سلام علیکم. سلام علیکم. حالتون خوبه؟ خوب هستین؟ ببخشید من همسایه طبقه بالاتون هستم. شما خوبه؟ اون روز پله ها دیدمتون. بله خوبه. گفتم که یه خیر مقدم بگم خدمتتون. بالاخره جا به جا شدین ان شاء الله. بله دیگه تقریبا چیدیم همه چی. گاز رو بس نکردین چای چیدیم. نه دیگه چیدیم. دستتون در نکنه. سلامت باشین. خانم هستن؟ بله دستشون بند البته. شادی جان. ببخشید میشه اینو بخونید امضا کنی؟ چی هست؟ این یه استشهاده. ما چند شب پیش با شوهرم دعوا و کتک کاری داشتیم، بعد همسایه ها اینجا همه بودن، نمیدونم شما شنیدین صدا رو؟ والا ما صبح از پاکشی میکردیم، شب هم که نبودیم. ولی خب همه همسایه ها شنیدن سر صدا رو. بعد من میخواستم طلاق بگیرم، دادگاه گفتش که حضانت بچه رو میدونی که آخه به پدرش میدن دیگه. بله. بعد اگه زیر اینو امضا بکنید که این مرد معتاد کتک میزنه، دست بزن داره، حضانتش رو به من میدن. سلام، حالت خوبه؟ خوبه شما؟ خوبه شما؟ شده میگه امضا کنین، شرش معتاد میزنه. آره ببینین این حال روز منه، این صورت منه. شوارت زده با چه شد؟ بله حتی دفعه اولین بار نیست، اولی پریشب دیگه حسابی. بعد گفتن که اگه همسایه ها امضا بکنن هزانت بچه رو به من. آره آره چرا که خود دست شما در نکنه. اجازه بده چی؟ بفهم. خانم ببخشید ما که شوهر شما رو اصلا ندیدیم، نمیدونیم. بدید همسایه دیگه امضا کنن. همسایه ها امضا میکنن همه. میخوام برم خونه، ریاضی ها مونده. نه سمیرا این راهش نیست، به این بچه رحم کن. چرا نه به خدا به این جامعه سمیرا بره. منو آینه خودت قرار بده. 15 سالم بود از مشهد شوهرم دادن اومدم اینجا، شکل شورانگیز تبا زیبا بود. طلعت خانو حلقم رو برده فروخته، مواد خریده، هرچی پول تو خونه است برداشته برده، اصلا معلومه چی کار کرده با پولا. پولای خونه منم برد. بدنم تمام کبوده. چی داری میگی؟ آخه نگاه به صورتم نکن. وای دلت نخوا، من یه بچه فلج داشتم مادرزاد، صبح میبردم دکتر، شب کتک پیسام به دیوار، صبح صابخونه میگفت افت این چی بود دیشب صدا، گفتم بازم کتک خوردم، گفت بابته، گفتم بچه فلجم. سمیرا جون شوهر من میگفت این بچه که خوب نمیشه، یه متکا بذار در دهنش خفش کن. مولوک من رفتم استشهاد جمع کردم. استشهاد رو باید برای این طبقه بالا بگیریم، گنگون میکنن، سرسام کردن، عزیزم دیوونمون کردن. میرخصن میکوبن. من چه با نایدارم سمیرا، بعد 38 سال مثل الان تو گفتم رسیده به اینجا، رفتم دادگاه طلاق گرفتم، اومدم از محضر پایین، گفتم خدا رو شد تموم شد، راحت شد. الان منو ببین، یه پیرزن تنها، بچه هام جمعه صبحیان شب بودن. این ملوک اگه به من سر نزنه من دق میکنم. عزیزم سمیرا جون قربون شکل تو برم. عزیزم زیدون نیست عزیزم تقریب تو بخونیست دادگاه و استشهاد و طلاق. عزیزم ببین زن باید مردو نگه داره. بله؟ مرد معتاد کی خوب شده که این دومیش باشه؟ به زندگی تو شوهرت زنای ویل به خود رسیدگی کن، لباسای کوتاه شوهرت زفت میکنن. بچه تو شوهر تو بگیر، تو خیابون نگه میدارم. ببین منو 28 ساله تنها مرد کجا پیدا میشه؟ نگرش میدارم و زفتش میکنم. یه نگاه به این پسرت بندار. ببخشید بزن شدم، میشه اینو بخونید امضا کنید؟ یه سه شاده، من میخوام طلاق بگیرم. از کی؟ از شوهرم. میشه صدای اونو کم کنید؟ جلی اقانو کمش کن. معتاده، دست بزن داره. آه بزنه؟ بله. چی میزنه؟ منو میزنه. چرا میزنه؟ اینجا تهرانه، یعنی شهری که من امضا کنید اگه میشه. آه شهر تو کدومه؟ ما همین همسایه بالاییتون هستیم، طبقه سومی سیبیل داره. بهش نمیام. حالا تو پارکینگ هم که ضبطای ماشینتون رو دزدیده بودن کار شوهر من بوده. ما رفیق ما هم که بود که. بله ببخشید دیگه. خب حالا کی گفته اینو؟ دادگاه گفته. آخه ما که بعد از اون نیستی؟ نه فقط میان یه تحقیق محلی میکنن. ها شهر کنبازی و این داستانا دی اون هستم. اون کار خیلی هم درستیه، خیلی هم کار خوبیه. آقا برم خونه.
خوبی؟ سلام، چطوری؟ میبینی مزارو رو؟ نایت کجاست؟ پایین تو پارکینگ چیکار کردی؟ چی دارم استشاجا میکنم؟ یه مهلتی بهش بده سمیرا. باز داری دفاعش میکنی؟ بابا چه دفاعی به قرآن؟ دیرو 10 بار به تلفن من زنگ زده میگه دارم مسافرکشی میکنم. خودم مسافرکشی؟ 2 ماه داره رو ماشین آقای حافظی کار میکنه، یک قرون بهش نداده. خب میده. گفتم بریم ازش شکایت کنی که ماشینت رو دزدیده، بندازنش حالا افتونی حالش جا بیاد. سمیرا این کارو نکن، به این رحم کن. اتفاقا به خاطر این بچه دارم این کارو میکنم. خودم مچشو گرفتم، دیدم داشت مواد میکشید. کسافت حلقم و فروخته، دود کرده هوا. بابا سمیرا تو رو قرآن بگرد، یه سم سراخی گذاشتی نمیدونی کجاست؟ اه پولا خونم گم میشه، جن داره خونه. او قسم آیه و قرآن رو داره میخوره کار من. خلط کرده، یه از این قسم رو زیاد میخوره. کسرا، عمو جون تو آباتو دوست نداری؟ اون دو چرخ مشتیه رو برات خریده بود، کیف میکردی، حال میکردی؟ دو چرخ رو من براش خریدم، پولاشو من دادم، بعد به اسمم تموم شد. عجب، چی نمیگم؟ بله بچه اینقدر باباش بد نگو. به خدا تا حالا من به هیچ کسی حرفی نزدم. گفت زدی به این موتور ناهید. تو رو قرآن. خب چرا آقاشو روشن کردی؟ خیلی بردی. حالا با تو پس بیا بابا نمیخوام. پس دیگه. آقا میگم بیاد. گوش کن. میگم بیاد. فیصله بدید دیگه، صحبت کنید، جریان حل شه. چه صحبتی؟ صحبتی دیگه نمونده. ای بابا چه صحبتی؟ بابا زنگ زده به من میگه به اینجام رسیده. دیگه میخواد بره قرص و مواد بفروشه، یه ماهیه تو جیبش بده، هزانت اینو بگیره دیگه، پس کنه. بعد تو اینا رو میدونی و باز داره دفاعشو میکنی؟ خب اتفاقا باید همینا رو بنویسی، همینا بنویسی که مواد بفروشه. ناهید زر میزنه بابا، این میخواد اینو بترسونه. اه چی میگی تو؟ یعنی این بدبخت بیچاره قرص میخوره، این سیگار میکشه. تو دادگاه گفته قرص میخوره، سیگارم میکشه. یعنی چی بگه؟ بده من. ای بابا چیو بده من؟ فقط چیو چیکار میکنی؟ نتیکه رو اگه من آدمش نکنم حالا نکن باست. ببخشید نایی جون، ما این قدم شوهر این خانمو نمیشناسیم. اشکالی نداره منصور جون، این فقط میخواد بتونه سرپرستی این بچه رو تو دادگاه خودش بگیره، همین. من نمیتونم اینا برام. حالا یه نگاهی دیگه بهش بنداز. گفتم به این نگو، به جهنم که امضا نمیکنی. پس معلوم شد کی اون فوشه رو به بچه‌م یاد داده. تو برو حواست به بچه خودت باشه، این لاتای چاله میدونه. بچه من لاتای چاله میدونه، خودت اون تو نوشی باباش قاچاقچی مواد مخدر. تو بچه تو با موبایل میفرستی مدرسه، عقده‌ای. خوب میکنم. آره عقده‌ای درونی تو میریزی بیرون. تو مراقب بچه‌ت باش، مثل باباش نشه. ببین یه بار دیگه بچه دور و بر پسر من باشه، میگم با سنگ سرشو بشکنه. اصلا ازش بعید نیست. چه جلو بچه؟ ببین بچه که بچه‌شو واسه تربیت بکنه داره. بچه‌شو شاگرد اول کلاسه. بچه تو شاگرد اول کلاسه. پوریا مامان، پوریا مامان، بود بیا اینجا، بیا اینجا. به اینا بگو معلمه چی گفت. خانم نعیمی گفت که کسرا 3 روزه نمیاد. الکی نگو. الکی نمیاد. بهشون بگو چی گفته. کسرا گفت که به خاطر خانم نعیمی که جلو همه ذره تو گوشش نمیاد مدرسه. راست میگه؟ راست. دروغش چیه؟ شاگرد اول مدرسه؟ برو تو مامان، برو تو. منصور جون. ببخشید نایی جون. برای چی زده تو گوشت؟ من میخوام برم خونه. چرا مدرسه نرفتی؟ رفتم. پیش بابات بودی؟ نه. گفته به من نگی؟ نه. کسی راست بگو. راست میام. میخوای بری پیش بابات؟ آره؟ میخوای بری پیش بابات؟ میخواستم بزرگ چی بهت بگم. بابات معتاده. میفهمی معتاد یعنی چی؟ آره؟ تو که تو شکم من بودی یا نمیخواست تو رو اینقدر لقل بزن که تو بمیری. نه منو میخواد نه تو رو میخواد، میفهمی این چیزا رو؟ برو بیا. خان دستوری چیزایی که نوشتین حتما درستن، چون شما باید زندگی کردی دخترم. دروغ که ندارم آقای پوراسد، معتاده، دست بزن داره، مواد میفروشه. مواد هم میفروشه؟ بله. خب برم به کی بگم؟ شما که 2 سال اینجا شاهد زندگی ما این کتک کاریامونو میبینید دیگه. من به خدا نه به خانوادم تا حالا گفتم، به هیچ کی تا حالا هیچ حرفی نزدم، ولی دیگه آخه ببینی حال روز منو. تو رو خدا فکر کنی من دختر خودتونم. هر ما تو جلسه ساختمون میدیدمش، اصلا بهش نمیومد. خب آره بهش نمیاد، وقتی این مواد رو میزنه اصلا تو حال خودش نیست که، فقط منو لطه پار میکنه. شما خدا وکیلی اگه دختر خودتون بود همین کارو میکردی. آقای پوراسد، همسایه ها حرف شما رو قبول میکنن، اگه شما امضا بکنید بقیه هم امضا میکنن. الهی خدا خیرتون بده.
باشه، سعی خودم میکنم، من باهاشون صحبت میکنم. دست شما درد. بله، منزل های دستوری؟ بله، ببخشید شما؟ به شوهرتون بگیم بیان نمیده. نیستم، شما؟ نمینی هستم، معلم کسرا. بله بله، بفرمایید بالا. مگه نمیبینی میگه شوهرش نیست؟ با مادر حرف میزنم. من با زنه چی کار دارم؟ چی میخوای بری بگی؟ سلام علیکم. سلام، حالتون چطور؟ مرسی من بفرمایید. نه مرسی، همینجا خوبه صحبت. شوهرتون نیستن؟ نه من هستم، فرق نداره. چرا دو روز هرچی از مدرسه زنگ میزنیم جواب نمیدید؟ والا خونه نبودیم، من سر کارم گرفتاریم. ببین خانم، ما رفتیم شکایت کردیم. شما هم اگه میخواین شکایت کنیم بره شکایت کنیم. ما همین الان داریم و کلانتری میزنیم. چرا سه روز کسرا مدرسه نمیاد؟ والا من اصلا همین الان فهمیدم، نمیدونم چی بوده. شما به چی زدی تو گوش بچه‌ی من؟ منم به خاطر همین زنگ زدم، ولی دو روز نه شما نه پدرش جواب ندادید. باباشم امروز اومده بود مدرسه. از من میپرسین؟ من نمیدونم تو خونه هست یا نه، ولی اگه صدای منو میشنوه، اگه صدای منو میشنوه جرأت داره بیاد جلو تا تو میخواد چشماتو در بیارم. کسرا، کسرا مامان جان درو باز کن. باز کن میگم درو. معلوم نیست باش چیکار کردین که این بچه اینقدر ازتون میترسه. من چیکار کردم؟ بله. میرون چرا زدمش؟ رفته به همه بچه‌ها گفته الکی بهش نمره میدم. تو مدرسه اولیا اومده بودن شکایت. شما از زبون خودش شنیدی یا اومدم بهت گفتم؟ مطمئنم. ببین بچه‌ی من شاگرد اولی کلاسه. بیا اتاقشو ببینی پر جایزه‌ای که مدرسه بهش دادن. کدوم جایزه خانم؟ جایزه‌ای که خودش برم داره میاره، میگه شما براش خریدید، ما هم سر صف تو کلاس بهش میدیم. یعنی چی نداره خانم؟ بچه‌تو صدا کن، بچه‌ت سوال کن، صداش کن بیاد جلو ده. حالا بعد میسه تو گوش بچه من؟ آبروی منو برده، رفته به همه گفته قرار بوده که من باهاش عروسی کنم، به خاطر همینم سوالا رو از شب قبل بهش میدادم. عروسی کنه؟ کسرا با شما عروسی کنه؟ خب این بچه 10 سالشه، اصلا این چیزا رو چه میفهمه؟ کدوم بچه؟ بهش گفتم بیاد دفتر باهاش صحبت کنم، برداشته این نامه عاشقانه رو به من داده. با این حلقه این پیش شما چی کار میکنه؟ از خودش بپرسید. سلام. بعد شوهر شما انقدر پرروه بلند شده رفته در مدرسه خانم من، داد و بیداد رو انداخته، تمام شیشه های ماشینش رو خورد کرده. شوهرتون بهتون نگفت؟ خونه نیستش، ما هم مشکل داریم. من اگه خودم بلند شدم اومدم اینجا فقط به خاطر اینه که جلو پلیس نمیتونم گردنشو بشکنم. کسرا رو ببرید روان کن. سلام. باز نشد؟ باز میشه. چیزی لازم ندارین؟ دست شما درد میکنه. خانم دستوری، همسایه‌ها گفتن اینو امضا نمیکنم. شرمنده. حلقه و پول کارمون نبوده. معتاد که هست. ببین چیزی که به من گفتن دارم بهتون میگم. ببخشید. آقای پور هستن. شاید اینطوری بهتر باشه که پدرم بالا سرش باشه. آخه کدوم پدر؟ سخت نگیریم، تا الانم صبر کردیم دیگه. اگه اومدم برای تحقیق من خودم میگم که دعواتون شده. همه دست شما درم. مرسی.
سلام تمیرم. تلفن خونه قطعه؟ آره، کاری داشتی؟ فرادی رو پیش کلانتری زنگ زد. گرفتنش. مال این ماشین آقای حافظی که ازش شکایت کرده بود. نداره. کدوم کلانتری هست؟ نه اصلا راجع به ماشین نیست. نمیتونیم بریمش بیرون دیگه حالا. حالا برشی نمیتونی؟ حالا که دیگه شاکی نداره. خاطر ماشینش قرص و مواد مخدر و قلیاتاش خالی گرفتم. Parking.